آیا فکر میکنید خیلی بدبختی؟ آیا فکر میکنید پدر و مادرتان شما رو دوست ندارند؟ آیا احساس گوهی نسبت به زندگی دارید؟ و میتونم شرط ببندم هنو با رد هود آشنا نشدید؟ سلام بهمن، برگرد. من از ده صبح اینجام، برگرد دیگه. دوباره اومدی؟ بله خوار کمبوزه، دوباره اومدم. الو پدر، سلام. جنگلی؟ ولی چطوری اینجایی؟ سلام به دوستان و آشنایان و همراهان، من اومدم اینجا تا براتون یه داستان بگم. نگاه کنید و بنگرید و لذت ببرید. شما نمیدونید، منم نمیدونم، ولی این همون رد هودیه که میدونین. بله خودمم. من توی ایران کلی آدم کشتم. تو سرپاسی غذا میپختی؟ تو رو خدا بس کن. کی به آشپز میگه جنگلی؟ خسته شدم از بس اینو یادت آوردم. گوساله یه نر، پلشت خر، پوشم تموم شد ولی هنوز مثل بز داری به من نگاه میکنی. ولم کن بابا، خستم. تو هم میشه خسته ای بابا. من و تو شدیم سوژه دست ادیتورا و حالا میخوام حرفامو قاب بگیری با طلا، بیزنسمن قلابی. خب دوستان عزیز، گلم طبق معمول هر متنی که حال نداشتن و میخواستن سریع رد کنن دادن، من معلم موزنی بیام سریع حرف بزنم همه رو بگم. برای بیوگرافی رد هود باید به شما بگم که خوب این گل پسره که خیلی هاتون میشناسین جون، ولی اونایی که نمیشناسین، این داداشمون تو طفولیت باباشی میگیرن بینازن زندان. بعد چند سال که معلوم نیست، چند سال نویسنده بیشور ما هم چیزی ننوشته، باباش از زندان آزاد میکنن، ولی خب باباش بر نمیگرده خونه، کلا ناپدید میشه. حالا سوال اصلی اینه که مردی بدبخت چرا برداشتن فرستادن انداختن تو زندان. معلوم نیست، نویسنده بیشور ما هم طبق معمول ننوشته، حتما یه غلطی کرده بوده دیگه. اصلا مهم نیست این جزئیات برای چی میخواین. هیچ کس مربوط به تو چه؟ در اینجا ما فقط میتونم یه پیام داشته باشم برای نویسنده عزیز که اصلا تحقیق نمیکنه، رید به کانتنت ما و همینطور چرت و پرت درست میکنه. مردم ما یه وقت بگیم نمیدونیم. تو غلط میکنی، نمیدونی. چرا نمیدونی؟ خب بنویس اینا رو. نو جدی دارم میگم، بنویس. چرا انقدر نمینویسی؟ او بریم ادامش. در ادامه من باید خدمت شما عرض کنم که جیسون بدبخت، آقا چه جیسون مومو رو میذاری؟ این نه جیسون، آره این جیسون بدبخت میمونه و پدرش هم که رفت میمونه با این نره تریوکی که فقط میکشه تو خونه اینا و هیچ گی پیدا نمیشد بخورن، طویله میمون خونه اینا رو. بخاطر همینم جیسون میبینه خیلی اوضاع زندگیش بده، هیچ چاره ای نداشته و میره ننش هم میکشد. مردی نمیدونی تو چرا الکی حرف میزنی؟ کجا مادرش میکشه؟ نه مادرش نمیکشه، برای اینکه پول مواد مادرش جور کنه خودش هم یه تیکه نون در بیاره بخوره، گشنگی نمیره، مجبور میشه که بره قزوین پیش استاد توسی تا آموزش ببینه. تو چقدر نمکی کونی؟ نمک دون بومزه کای پلو خفشی دیگه میاد وسط حرف حرف میزنه. آقا یکی بیاد اسمونی بیشوره بگیره بیخور. این پسر بیچاره یتیم مجبور میشه بره و از ماشین مردم که توی خیابون پارک قطعات بدوزه و ببره بفروشه طبیعتاً. یعنی شما فکر کن توی بچگی مجبور بشی بری دزدی کنی برای گرفتن جنس یکی دیگه. بعد یه مدت نره این جیسون در اثر کشیدن زیاد اووردوز میکنه، سقط میشه. بعد این میمونه و خودشو تعمونده تریاکای ننش. جیسون اون خونه میره و بی خانمان میشه. البته بی خانمان واسه خارجیاست. ما میگیم کارتون خواب. یه روز سرد توی گاتام دنبال یه تیک نون میگردی که یه وقت از گشنگی توی خیابون تلف نشی. بعد یهو یه ماشین خفن و مدل بالا پیدا میکنی، از غذاب خیلی هم خفنه، یعنی بیش از حد خفنه. شروع میکنی لاستیکاشو در آوردن که یهو میبینی تا ماشین میاد. یهو میبینه صاحب ماشین یه خانم با حجاب و مهربونه. چیزه این نبودا؟ حد بزنی صاحب ماشین کی بوده؟ ما که ندید. بتمن. نویسنده اینجا خیلی خیلی چرت و پرت نوشته. این واقعا دارم میگم چرت و پرت نوشته اینجا. چیو جدام ریز میکنم. Why you have to be mad؟ هر صد خدمت شما که بتمن میاد و خیلی یهویی جیسون رو به فرزخوندگی میگیره. حالا شاید بگید چرا؟ خودتون یه لحظه به اون مخ مبارک فشار بیارید. زربر چشم. ماشین بتمن اون همه تجهیزات و دزگیر و کوفت و زهرمار رو بچه نخونده، رفته لاستیکای ماشین رو در آورده. یعنی بتمن بنده خدا 5 دقیقه رفته بود یه گوشه بگیره بره بقالی، اومده دیده از ماشینش فرمون مونده فقط. اینجا
شروعی برای بدبختی های جدید جیسون بود. این بتمن و جیسون داستان ما که الان دیگه رابین شده خیلی شیش میشن و کرج میکنن و خلاصه دهن جنایتکاران گاتهام رو سرویس میکنن. بعد یه مدت که جیسون بزرگ میشه و دوران بلوغش رو از سر میگذرونه، تایم هموم رفتنش دو برابر میشه. زشته. نه شوخی کردم. یکم پرخاشگر میشه و به حرفای بتمن گوش نمیده و همین حرفا یه سری مشکلات با هم پیدا میکنن و یکم تایم همومو مستحجنه. این جیسون یه روزی هم با بتمن دعواش میشه و حسابی اعصاب شخمی میشه و میره توی سر بگرده که یهو از سر محله قدیمیشون سر در میاره و میگه اه. و خیلی اتفاقی متوجه میشه که مادرش که فکر میکرده مادرش بوده در واقع مادرش نبوده. یکم که تحقیق میکنه برای پیدا کردن مادرش میرسه به خاورمیانه به طرز خیلی عجیبی. بعد در همون لحظه بتمن هم دنبال جوکر بوده. جوکر کجا بوده؟ خاورمیانه. یعنی یه بمب خطرناکی رو میخواسته بره بدوزده. عجیبه، واقعا عجیبه. تقیوی تقی شانسی اینا هم همزمان کارشون رسید است به یه جا. بعد بتمن و رابین همه میبینن و به یادی قدیم و کرج میکنن و میرن سراغی کردنی ننشون. آها پیدا کردنی ننه جیسون. خجالت بکش. بعد اینا میفهمن که قبلا این ننش یه حرکتای غیر قانونی روی دخترای مردم میزده که الان اینجا جاش نیست بگم. والا باقیش هم بخوام بهتون بگم که جوکر میفهمه که این ننش این کاره بوده. تومه میکنتش برای رابین. رابین هم با باسن میفته توی تله و جوکر مثل سگ میزنتش و با یه خرابه و کلی مواد منفجره در حال انفجار. بلش میکنه تا این بچه بدبخت ایدز بگیره و بمیره. وقتی منم خیلی افسردگی میگیره تا سالها لباس جیسون رو تو غار خودش میذاره و هر روز میبینه پیشو. بعدش رابین دیگه میگیره و کاری هم به کار جوکر نداره. انگار نه انگار که اصلا پسرش مرده و به زندگی معمولیش ادامه میده و همه چیز به دک آلفرد گرفته میشه در نهایت. از اون جایی که معلوم نیست ساقی نویسنده داستان زندگی این جیسون بدبخت کی بوده، بعد چند سال از اینکه جیسون بدبخت رو به خاک میسپرن، سر شیطان که بعضیا بهش میگن ریشه قول، برمیداره جنازه این جیسون بدبخت رو میندازه توی چشمه شرک. کی بود؟ و رابین زنده میشه. نویسنده. واه دوباره اومدی؟ چشمه شرک چه سمیه؟ تو رو خدا امروز شروع نکن. ای منظورتون چشمه هست؟ اون اصلا اسمش لازاروسه، بهش میگن چشمه آب حیات. شرک مثلا چی میگه؟ گفتم بس کن بابا، شالا شرک شب به خوابت بیاد. بس. الان باز یه دمیان تو کامنت ها می نویسن انقدر دعوا نکنید تکراری شده، به قرآن دعوا علکی نیست، چه ربطی داره؟ من گفتم بس کن. وقتی میفهمه بتمن این بدبخت رو به گلگیر بتموبیلش هم نگرفته، اولین دبه قرمزی که نزدیکش میبینه رو میذاره سرش با دوتا آب پاش و میره برای گرفتن انتقام سخت. آخرش هم هیچ، باز با هم شیش میشن و میره پیش بتمن، فقط این بار اسمشو به جای رابین میذاره رد هود. تو رابینی جیسون، جنگلی نیستی. بس کن بی شعور بی تربیت خستم. تو فزات تو باعث همه اینایی. نخوندم. من با سن خودم از وسط 8 قسمت کردم که تو بیای به هم بگی نخوندم. بخون. اهمیت نمیدم. نظر چیه با هم؟ اهمیت ندیم. بیا. خیلی بیشوری، من بهت اعتماد کردم. خب خب خب. میدونستین که DC چند بار برای سرنوشت جیسون رای گیری کرد و این زندگی جیسون که الان میبینید طرفدارای DC انتخاب کردنش. تا حدودی. این جیسون داستان ما یکی از تلخترین و دارکترین کومیک ها رو در طول تاریخ کومیک بوک داره. در کل DC خیلی خشنه و خیلی دارکه و البته خیلی بی‌برنامه و بی‌شعوره. درسته بچه. البته فقط بخش سینماییش. چرا بی‌شعوره؟ آکوامن شبیه فیلم مارول، شازام شبیه فیلم مارول، بعد جاستیس لیگ سال 2017 رو وسط کار کارگردان رو اخراج میکنن، کارگردان اونجرز رو میارن، بعد خراب میکنه، بعد میفروشن، بعد میبینه خوب نبود، بعد 2 سال بعد کارگردان اخراج کردن رو میارن، سریال درست میکنن، خوب میشه، میگن اوکی اون 2017 بود تو سینما
اوکرون کردیم. اون نیست. این بتمن الان خدافظی کرد، بنفلک رفت ولی تو فلش هست. بعد بتمنش میخواد بره، بعد یه بتمن دیگه دارن میارن. بعد اون جوکر چی شد؟ اینی الان میاد چیه تو بتمن جوکر؟ چی چیکار میکنی با خودت؟ من که نمیدونم، تو هم که گوش نمیدی. ولی هر غلطی میکنی. امبر هرد تو آکوامن دو نیار. تو که میاری، تو که بیشوری، ولی اون جانی دپو خیلی اذیت کرده. دونکه همین، من خیلی حرف زدم، چون خیلی حرف زدم قرار نبود اسکلت بیاد. خدا نگهدار.